صوتی با افتخار تقدیم می کند لطفا قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید فصل بیستم یک گردش در سرزمین لرستان من میل داشتم که عارفان شیراز را بیشتر ببینم و با آنها صحبت کنم و از آنچه میگویند لذت ببرم ولی به من خبر رسید که اتابک افراسیاب ابن یوسف شاه سلطان لرستان هنگام عبور دسته هایی از سواران من از آنها باج خواسته و چون آنها حاضر نشده اند که باج بدهند تمام آنها را که یک تن بودند به قتل رسانیده است. بعد از شنیدن آن واقعه به هر یک از عارفان که در خانه من حضور یافته بودن هزار دینار زر عطا کردم و به شیخ حسین ابن قربت که هزار دینار دریافت کرده بود پانصد دینار دیگر دادم و سلطنت فارس را به پسرم میرانشاه واگذاشتم و به او گفتم هیچ کس را از منصبی که دارد معزول نکن و بگذار تمام کسانی که در فارس دارای منصب هستند بر شغل خود باقی باشند زیرا اگر بر منصب خود باقی بمانند نسبت به تو وفادار میشوند ولی اگر آنها را معزول نمایی چون همه اهل محل می باشند ممکن است مبادرت به دسیسه کنند و برای تو باعث زحمت گردند سپس قشون خود را سه قسمت کردم یک قسمت را در فارس برای پسرم گذاشتم و با دو قسمت دیگر به راه افتادم تا اینکه خود را به لرستان برسانم در حالی که به سوی لرستان می رفتم در هر منزل از سگنگ محلی راجه به لرستان تحقیق می نمودم و همه مرا از رفتن به لرستان منع می و به من می گفتن. که مرکز سکونت افراسیاب ابن یوسف شاه در پشت کوه است و پشت کوه منطقه است که هر قشون وارد آنجا شود نابود خواهد شد و در آنجا کوههایی وجود دارد که سر بر آسمان کشیده و درههایی هست که آنقدر عمیق می باشد که تو نمی توانی عمق آنها را ببینی. و تو در بعضی از نقاط باید از آن دره ها عبور کنی و در آنجا یک ست تن از سربازان عطابک افراسیاب یک ست هزار تن از سربازان تو را نابود خواهد کرد در آنجا رودخانه هایی وجود دارد چون رودخانه سیمره یا سیمره که هیچ خشونی نمیتواند از آن عبور نماید در لرستان مردانی هستند که ارتفاع اقامتشان از دو زرع بیشتر است و وقتی در کوه نعره میزنند سنگهای بزرگ از کوه فرود میآید آنها تا 150 سال عمر می کنند و زنهای لورستان در پشت کوه تا سن 80 سالگی بچه میزایند. مردم به من می گفتند ای امیر و از خون یک سرباز خود که به دست عطابک افراسی کشته شده صرف نظر کن و خود را در لرستان و به خصوص در منطقه پشت کوه گرفتار محلک ننی آنها ای که مرا از رفتن به لرستان من کردن می گفتن. اگر افراسیاب ابن یوسف شاه پادشاه لورستان در حسین آباد که پای تخت اوس باشد و از آنجا خارج نشود محال است که تو بتوانی با او به جنگی برای اینکه سواران تو قادر نیستند از کوها و دره ها و رودخانه ها عبور کنند و خود را به حسین آباد برسانند در بعضی از نقاط از وفور درختوری زمین تاریک است که تو هرگاه بخواهی عبور کنی در روز باید چراغ به و وگرنه به مناسبت تاریکی نقاهی توانست که عبور نمایی چیزهای دیگری هم به من گفتند و نام جهان گذشته را بردن و اظهار کردند که اسکندر نتوانست وارد لرستان شود و تو چگونه میخواهی بروی و با اتابک افراسیاب بجنگی که یک عده از کسانی که مرا از جنگ با اتابک افراسیاب من مینمودند آمی بودند و اطلاعی از تاریخ نداشتند آنها نمیدانستند که اسکندر کاری به لورستان نداشت همچنان که من نیز کاری به لورستان نداشتم و اگر سلطان لورستان سواران مرا به قتل نمی من در صدد بر نمی آمدم که با او بجنگم من هنگامی که در بین النهرین بودم راجع به وضع لورستان اطلاعاتی کسب کردم و علتش این بود که میخواستم از بین النهر از راه لرستان به فارس بروم ولی مطلع شدم که در مقرب لورستان سلسله کوهی است به طول شست فرسنگ و از آن نمیتوان عبور کرد و به همین مناسبت هرگز یک قشون از طرف مغرب وارد لورستان نشده برای اینکه سلسله کوه مزبور مانع از این است که قشونی از راه مغرب وارد لورستان شود ولی از راه مشرق می توان قدم به لرستان نهاد و من در تواریخ دیده ام که به دفعات از راه مشرق به لرستان حمله کرده اند و نه فقط شهر مال امیر را به تصرف آورده بلکه حسین آباد را هم مسخر نموده اند. من در وسط تابستان از شیراز به راه افتادم و اگر از ملورستان نمی کردم می باید به ماوراءالنهر اون نهر مراجعت نمایم گفتم که وقتی از وطن خود به راه افتادم و وارد استراباد و آنگاه مازندران شدم در همه جا کبوتر خانه ساختم تا اینکه بتوانم پیوسته از اخبار کشورهایی که تحت سلطه من از اطلاع حاصل نمایم بین من و پسرم شیخ عمر که در ماورا اون نهر بود رابطه دائمی وجود داشت و اگر واقعه ی لرستان پیش نمی آمد من شیخ عمر را به فارس می آوردم و او را سلطان فارس می کردم و میران شاه را با خود به ماورا اون نهر می بردم ولی واقعه ی فارس سبب گردید که به طور موقت از آوردن شیخ عمر به فارس خودداری نمایم در لورستان هم طبق معمول کبوترخانه ساختم تا رابطه من با کشورهایی که جزو قلم رو به من از قطع نشود وقتی وارد لورستان شدم قشون من با راه جنگی جلو میرفت و من در پس و پیش خود طلایع داشتم تا اینکه نه از جلو و نه طرفین قافل گیر شوم و نه از عقب یک روز غروب به محلی رسیدم که میدانستم بعد از آن یک گردن واقع شده و نمی توان بدون احتیاط از آنجا گذشت در آنجا جز چند کلبه و یک آسیاب چیزی نبود و معدودی گوسفند و بز در آن تپه می چریدند پیر مردی بلند قامد و چهار شانه دارای ریش سفید طولانی که یک کلاه بزرگ بر سر داشت آنجا دیده شد آن مرد سال خورده اطراف کلاه خود شالی بسته و آن را به شکل یک امامه حجیم در بود و گفتم آن پیر مرد را نزد من بیاورند و مرد سال خورده با قامتی چون تیر خدنگ نزد من آمد به طور معمول کسانی که نزد من می آیند متوحش می شوند به خصوص اگر من لباس رزم پوشیده باشم ولی آن مرد سال خورده از دیدن من وحشت نکرد و با لحجه ای که من با اشکال میفهمیدم پرسید چه کار داری؟ گفتم اول بگو که اسم این آبادی چیست؟ پیر مرد گفت اینجا آسیاب ایزه است. گفتم من شنیده ام که ایزه اسم دوم شهر مال امیر است. پیرمرد مرد با انگشت نقطه ای را در پشت کوهان نشان داد و گفت مال امیر آنجاست و آن را هم میگویند ولی اینجا آسیاب ایزه است گفتم پیرمرد، تو در اینجا چه می کنی؟ مرد ری سفید با همان لحجه که من با اشکال میفهمیدم جواب داد من آسیابان هستم سوال کردم از چه موقع در اینجا آسیابان هستی؟ پیرمرد مرد جواب داد پنجاه سال است که در اینجا آسیابانی می کنم. پرسیدم چند سال است از عمرت می گذرد پاسخ داد یک سال من به تصور اینکه عوضی شنیده ام سؤال خود را تکرار نمودم آن مرد باز جواب داد یک سال از عمرم می گذرد گفتم نزدیکتر بیا پیر مرد به من نزدیک شد و گفتم دهانت را باز کن تا من دندانهایت را ببینم مرد سال خورده از حرف من خشمگین گردید و گفت مگر من اسب هستم که میخواهی دندانهای مرا ببینی گفتم من از این جهت میخواهم دندانهای تو را ببینم که مشاهده کنم چند دندان در دهان داری پیرمرد دهان خود را گشود و من با تعجب مشاهده کردم که دو ردیف دندانهای او چون صدف می و حتی یکی از دندانهای وی نیفتاده است از او پرسیدم تو کدام آب را می آشامی که در سن 120 سالگی دندانهای تو این گونه سفید می باشد و حتی یکی از دندانهایت نیفتاده است پیر مرد با دست آبی را که در جو روان بود به من نشان داد و گفت من این آب را که از کوه می آید می خورم. پرسیدم پنجاه سال قبل که تو هنوز آسیابان نشده بودی چه می کردی؟ مرد سال خورده با انگشت کوه ها را به من نشان داد و گفت من در آنجا زندگی می کردم و بین ما و تا بیرانوند نزاع در گرفت و من دیگر نتوانستم در کوه بمانم و آنجا را ترک کردم و در اینجا مشغول آسیابانی شدم پرسیدم خود تو از کدام طایفه هستی؟ پیره مرد جواب داد از طایفه راوند می باشم و سوال کردم آیا عطابک افراسیاب را که سلطان لورستان است می شناسی؟ در چهره پیرمرد علامت نفرت آشکار شد و گفت این بیگانه را می شناسم. پرسیدم آیا تو عطابک افراسیاب را که اجدادش و خود او از یک سال به این طرف در لورستان سلطنت می بیگانه میدانی؟ دانی؟ پیر مرد گفت افراسیاب اهل لورستان نیست و پدرانش هم اهل لورستان نبودند و آنها از جای دیگر به لورستان آمدند پیرمرد مرد راست میگفت: گفت اتابکان لورستان اهل محل نبودند 160 سال قبل از آن تاریخ که من وارد لورستان شوم جد اول اتابکان لورستان به اسم اتابک ابو تاهر از کشور خوز یا خوزستان به لورستان رفت و در آنجا بسات سلطنت را گسترانید و بعد از او پسرش اتابک هزار اسب به پادشاه شد و پس از وی اتابک تو کله به سلطنت رسید تا روزی که من وارد لورستان شدم نه نفر از عطابکان لورستان در آن کشور سلطنت کرده بودند و آخرین آنها افراس یا یوسف شاه بود پیرمرد صحبت را دنبال کرد و گفت 160 سال قبل از این وقتی ابو تاهر به لرستان آمد پدرم او را دید و میگوید او مردی بود کوچک اندام و وقتی چشم انسان به او می افتاد تصور می نمود کودک است افسوس که پدرم چندی زمین گیر شده و نمیتواند از جا برخیزد. وگر نه او را اینجا می آوردم تا برای تو حکایت نماید که چگونه ابو تاهر به لرستان آمد و در آنجا چه کرد پرسیدم مگر پدر تو که ابو را دیده بود زنده است مرد سال خورده جواب مثبت داد من با شگفت پرسیدم چند سال از عمر پدرت می گذرد جواب داد یک و هفتاد سال گفتم من باید پدر تو را ببینم و مشاهده مردی که یک سال از عمر وی می از واجبات است حتی امروز در منطقه پشت کوه لورستان واقع در مغرب ایران حد متوسط عمر یک سال است برخواستم و به اتفاق جنتن از افسران خود به راهنمایی آن مرد به راه افتادم مرد سال خورده مرا وارد کلبه ای کرد و مشاهده نمودم که در آنجا پیر مردی پشت به دیوار داده و دو را دراز کرده است آن مرد کلاه بر سر نداشت و مشاهده کردم که موی سرش ریخته ولی دارای ریشی سفید و بلند است مرد سال خورده با زبان لوری مرا به پدرش معرفی کرد و آن مرد فرتود شروع به صحبت کرد و دریافتم که دندان ندارد به وسیله پسرش از او پرسیدم آیا تو موقعی که عطابک ابو تاهر به لورستان آمد وی را دیده ای؟ پیرمرد جواب مثبت داد و گفت من او را دیدم و پسرش هزار است و نوه اش و سایر فرزندان او را تا موقعی که پشت کوه بوده ام ام ولی از وقتی که اینجا آمده ام دیگر آنها را ندیدم و نمیدانم چه می کنند پرسیدم تو پیرمرد چند سال از خدا عمر گرفته ای جواب داد یک سد سال گفتم تو که سواد نداری و از تقویم بی اطلاع هستی چگونه حساب عمر خود را نگاه داشته ای پیر مرد به وسیله پسرش به من گفت هر سال در کوه هنگامی که اولین برف زمستان میبارید من با خنجر یک شکاف کوچک روی تنه یک درخت بلوط به وجود می آوردم. روزی که از کوه خارج شدم که اینجا بیایم روی تنه درخت بلود 120 خط بود من بعد از آمدن به اینجا یک سد خط روی تنه درخت بلوتی که بالای تپه قرار گرفته بود به وجود آوردم که حساب عمرم از دستم به در نرود و از آن پس هر سال هنگام نزول اولین برف یک خط دیگر بر آن افزودم و از وقتی که زمین گیر شده ام و نمی توانم بالای تپه بروم پسرم هر سال در موقع اولین برف یک خط تازه روی تنه درخت بلوط به وجود می آورد و اگر بروی و آن درخت را ببینی مشاهده مینمایی که یک صد خط روی تنه درخت به وجود آمده است گفتم ای پیر مرد دین تو چیست؟ مرد سال خورده جواب داد دین من دین خداست گفتم خداوند چندین دین دارد و تو متدگن به کدام یک از آنها هستی پیر مرد گفت خداوند چندین دین ندارد و خدا یکیست و دین او هم یکی پرسیدم پیر مرد آیا آرزویی داری؟ مرد یک سد و هفتاد سال جواب داد هیچ آرزویی ندارم پرسیدم آیا از مرگ می ترسی؟ پیره مرد خندید و گفت ای جوان مگر مرد چیزی است که آدم از آن بترسد گفتم ای مرد دنیا دیده من مسافر هستم و باید بروم و اگر مسافر نبودم در اینجا توقف می کردم و از تو می خواستم که چیزهایی را که دیده ای برای من حکایت نمایی زیرا چشم های تو در مدت 170 سال که عمر کرده ای خیلی چیزها دیده است پیر مرد گفت ای مرد مسافر خود را معطل نکن زیرا چشم های من جز کوه و در و درخت های بلوط و گله های گوسفندان کوهی چیزی ندیده است وقتی آن گفته را از آن پیر مرد شنیدم در دل گفتم آیا لازمه ی طول عمر این است که انسان از همه چیز بی خبر باشد بعد از اینکه از خانه پیرمرد خارج شدم از پسر 120 سال اش پرسیدم اسم تو چیست جواب داد نام من گیو است گفتم من میخواهم به حسین آباد بروم و آیا تو حاضر هستی به عنوان بلد با من بیایی گیو گفت اگر از این راه بروی چاره نخواهی داشت جز اینکه از های خود را رها نمایی زیرا محال است با اسب از گردن ای که در پیش از عبور نمایی و سربازان تو باید پیاده از آنجا بگذرند اما راهی دیگر هست که طولانی است و در آن راه یک مانع بزرگ وجود دارد و آن آب سیمره است لیکن آب آن گدار است و تو می توانی سواران خود را از گدار بگذرانی پرسیدم اگر از آن راه برویم چقدر طول می کشد تا من به حسین آباد برسم گیف گفت یک سوار زبده می تواند طی ده روز به حسین آباد برسد ولی چون تو دارای قشون هستی پانزده روز طول خواهد کشید که به حسین آباد برسی پرسیدم آن راه که تو میگویی از کجا می گذرد گیف با انگشت امتداد جنوب غربی را نشان داد و گفت حسین آباد آنجاست و اگر پیاده بروی در سه روز به آنجا خواهی رسید اما اگر نخواهی از پای سواران را رها نمایی باید از این راه بروی آنگاه پیرمرد با انگشت در امتداد شمال و شمال غربی و مغرب و جنوب غربی یک دایره وسیع در فضا رسم کرد و گفت راهی که تو باید بروی از این نقاط می و فهمیدم که باید قسمتی از پشت کوه را دور بزنم تا به حسین آباد برسم قبل از اینکه وارد لرستان شوم میدانستم که آن راه وجود دارد ولی راه طولانی آن مرا مردد کرده بود که آیا آن راه را انتخاب نمایم یا راه کوتاتر را و چون در هر دو صورت می باید تا آسیا به ایزه بروم به خود گفتم بعد از این که به آنجا رسیدم تصمیم خواهم گرفت که از کدام راه باید رفت وقتی که شب فرود آمد قسمتی از طلایه مقدم من مراجعت کرد و به من گفت که راه به قدری باریک و خطرناک است که سواران نمی توانند از آن عبور کنند زیرا پهنای راه بیش از چند وجب نیست و در بعضی از نقاط از آن هم کمتر می شود و سم اسب روی سنگ می لغزد و به در پرت می شود من می دانستم که نظریه افسران من که در طلایه بودن سائب است و آنها بصیر هستند و آنچه می گویند مطابق با واقع می باشد برای فرمانده طلای پیغام فرستادم که تا بام داد همان جا که هست بماند و چشم و گوش های خود را باز کند که دشمن نتواند ما را قافل گیر کند ولی بعد از اینکه هوا روشن شد مراجعت نماید تا ما از امتدادی دیگر به سوی حسین آباد برویم و هنگام بازگشت عقب دار ما باشد بامداد با روز دیگر گیف که پرستاری از پدرش را بر عهده یکی از سکنه آبادی سپرده بود آمد و گفت من برای عزیمت آماده هستم من نسبت به آن پیر مرد یک اعتماد پیدا کرده بودم و میفهمیدم که آن مرد راست می گوید و قصد ندارد که ما را فریب بدهد و گرفتار دشمن کند یک طلایه را جلو فرستادم و آنگاه گفتم اسبی بگیر به دهن که سوار شود و به راه بیفتیم مرد سال خورده دو پای خود را به من نشان داد و گفت از پای من این است و من وقتی سوار این اسب ها می شوم با سرعت حرکت می کنم گیف راست می گفت. و از روزی که از آسیا به ایزه حرکت کردیم پا به پای سواران ما می آمد بدون اینکه ابراز خستگی کند راهی که ما از آن می رفتیم جاده کوهستانی بود اما سواران می توانستن از آن عبور کنند و مثل تمام جاده های کوهستانی گاهی از کنار دره های عمیق می گذشت. در بعضی از نقاط با دسته هایی از لورها برخورد می کردیم که از طرف مقابل می آمدند ولی من نمی گذاشتم هیچ مسافر از ما سبقت بگیرد تا اینکه خبر نزدیک شدن ما به گوش که لرستان نرسد یک روز از از دور صدایی هم همه به گوشم رسید و از گیف پرسیدم این صدا از چیست؟ جواب داد صدای آبشار سیمره است هرچه جلو می رفتیم صدای آبشار واضح تر می و هنگام شب به جایی رسیدیم که به گفته ی گیف با آبشار بیش از نیم فرسنگ فاصله نداشتیم اما طوری صدای آبشار در کوها انعکاس پیدا می کرد که پنداری ما کنار آبشار قرار گرفته ایم. اسبهای ما ترسو نبودن زیرا عادت به شنیدن صداهای میدان جنگ داشتن و حتی صدای احتراق بارود آنها را نمی ترسانید. ولی صدای مخوف آبشار که در کوه می پیچید برای آنها تازگی داشت و تا مدتی از شب از بیم آن صدا علیق نخوردند تا اینکه رفته رفته با آن صدا انس گرفتند و مشغول خوردن علیق شدند. در وطن من رودهای بزرگ چون رود سیهون و جیهون جاری است ولی آن رودخانه ها آبشار ندارند و در آنها کشتیرانی رانی می کنند رودخانه سیمره در لرستان به مناسبت وجود آبشار و هم به مناسبت اینکه تنداب از قابل کشتیرانی نیست و صدای آن آبشار برای من تازگی داشت و تا آن موقع یک چنان صدای مهیب که ناشی از آب باشد نشنیده بودم بامداد با روز بعد کوچ کردیم و به آبشار نزدیک شدیم و من وقتی به آبشار نزدیک شدم برای اینکه بهتر آن را ببینم از از فرود آمدم و تا قدم بر زمین نهادم حس کردن زمین از هیبت صدای آبشار می لرزد. گیف برای اینکه بتواند با من صحبت کند فریاد میزد و گفت اکنون آب رودخانه کم است و در فصل بهار که آب زیاد می شود هیبت صدای آبشار سنگها را از کوه فرو می ریزد و با انگشت کوههای دو طرف آبشار را به من نشان داد و من دیدم قسمتی از سنگهای کوه فرو ریخته است گیو اظهار کرد که این رودخانه چند آبشار دیگر هم دارد اما هیچ یک از آنها به بزرگی این آبشار نیست و من تخمین زدم که عمق کف رودخانه نسبت به جایی که آب از آنجا فرو میریزد و آبشار به وجود می آورد سی زرع می باشد بعد از مشاهده آبشار مراجعت کردم زیرا کنار رودخانه راه عبور وجود نداشت و گیف کماکان پیاده ما را راهنمایی کرد تا بتوانیم به گدار برسیم و از رودخانه سیمره عبور نماییم و گدار سیمره خیلی عریض بود و من حد زدم که نزدیک چهارصد زر عرض دارد و با اینکه میدانستم در آنجا فشار آب خیلی کم است باز احتیاط را از دست ندادم و قبل از اینکه قشون خود را از آب بگذرانم چند تن از سواران را برای آزمایش جلو فرستادم که مبادا در کف رودخانه گودال وجود داشته باشد چون می که در رود جیهون از آن گودال ها هست و آبر وقتی عرض رودخانه را می بیند، تصور می نماید که می تواند به سهولت از آب بگذرد ولی وسط رودخانه در گودال می افتد و غرق می شود اما در کف رودخانه سیمره گودال نبود و سواران من توانستند بدون خطر از آن آب که گیو می گفت بزرگترین آب لورستان می باشد بگذرد پس از اینکه از رودخانه گذشتیم باز من طلایه را جلو فرستادم و با اینکه گیو گفت که در راه باز رودخانه هست من احتیاط را از دست ندادم و به طلایه گفتم که نهرهای آب را در نظر بگیرد تا اینکه قشون من بی آب نماند من می دانستم رودهای کوچک که در بهار پرآب است در پاییز خشک می شود و گیف گرچه دروغ نمی گفت ولی بعید نبود اشتباه نماید و قشون من به جایی برسد که در آنجا آب یافت نشود یک روز طلایه به من اطلاع داد به جایی رسیده که سواران نمی توانند از آنجا عبور نمایند از گیف پرسیدم که آیا یک کوه غیر قابل عبور در پیش داریم گیف گفت یک جنگل کوهستانی از درخت های بلود در پیش است و برای بالا رفتن از آن جنگل و فرود آمدن از آنجا سواران تو باید پیاده شوند و دهانه اسب های خود را بگیرند و بکشند جنگلی که به آن رسیدیم انبوهتر از جنگل استراباد و مازندران و گیلان بود و غیر از درخت بلوط درخت دیگر در آن دیده نمیشد و گیف بعضی از درخت های مزبور را به من نشان میداد و میگفت هزار سال از عمر آن درخت میگذرد ما دهانه اسب خود را گرفتیم و با حرکت آهسته از کوه و زیر سایه درخت بلوط بالا رفتیم و چون کوه دارای خاک بود سم اسب ما نمی لغزید و گاهی خرسهای جنگلی نمایان می شدند. ولی با سرعت می گریختند و در زمین اثری نبود که نشان بدهد آنجا معبر کاروان است و به ظاهر ما اولین مسافر بودیم که از آن جنگل عبور می کردیم. گیف به من گفت اگر از آن جنگل نگذریم نخواهیم توانست که به حسین آباد برسیم و اظهار می نمود که فرود آمدن از آن جنگل مشکل تر از سعود بران است هنگام ظهر ما بالای کوه رسیدیم و آنگاه فرود آمدن ما از آن جنگل شروع شد و دامن کوه مستور از جنگل آنقدر سراشیب بود که من متوجه شدم هرگاه از آرا با تناب نبندند پرت خواهند شد من دستور دادم که کوه زینه تمام اسبها را با تناب ببندند و سربازان من سر تناب را از عقب نگاه دارند و اسبها را رها نمایند که پا این بروند و سربازان هنگام پایین رفتن به تنه درخت ها تکیه بدهند که بتوانند از را نگاه دارند. پایین کوه نهری جاری بود و ما از بالای کوه آن نهر را می دیدیم ولی در بالا آب نداشتیم و از پا از تشنگی رنج می بردن و ما تا پایین نمی رفتیم نمی توانستیم از را سیراب کنیم وقتی آفتاب غروب کرد نیمی از سواران من بالای کوه بودن ولی ماه شب چهارده طلو نمود و ما توانستیم در روشنایی ماه از آن کوه مستور از جنگل پایین برویم و با اینکه خیلی احتیاط کردیم نزدیک پنجاه اسب از, کوه پر شدند و به هلاکت رسیدند و نزدیک یک تن از سربازان من مجروح شدند ولی در بین آنها کسی کشته نشد وقتی من به پایین کوه رسیدم ستارگان آسمان نشان میداد که نیمه شب گذشته است و با اینکه خسته بودم نخوابیدم و به اداره اردوگاه پرداختم و وقتی بامداد آن روز دمید پس از خواندن نماز و قدری مذاکره با گیو در صدد برآمدم که استراحت کنم گیو گفت که از آنجا تا حسینآباد پیش از یک روز راه نیست ولی باید طوری برویم که در بامداد دیگر به حسینآباد برسیم پس از اینکه مطمئن شدم که وضع اردوگاه خوب است به خواب رفتم و هنوز ساعتی نخوابیده بودم که صدای نفیر مرا از خواب بیدار کرد طبق معمول سفرهای جنگی با لباس خوابیده بودم و بعد از برخواستن از قیمه خارج شدم و پرسیدم چه خبر است به من گفتن که طلای خبر می دهد که یک قشون پیاده به سوی ما می آید و به ظاهر آن قشون از حسین آباد حرکت کرده است از گیف پرسیدم به عقیده تو این قشون است کیست؟ گیف گفت در این حدود غیر از عطابک لورستان کسی دارای قشون نیست گفتم چگونه افراسیاب ابن یوسف شاه فهمید که من به او نزدیک می شوم گیف گفت در آسیاب ایزه همه قشون تو را دیدن و فهمیدن که قصداری به حسین آباد بروی و وقتی راه خود را تغییر دادی باز مطلع شدند که میخواهی از راه دیگر به حسین آباد بروی و نظر به اینکه بین آسیاب ایزه و حسین آباد راهی نیست و عطابک لرستان از عزم تو مطلع شد و با قشون خود به راه افتاد که جلوی تو را بگیرد پرسیدم آیا می توانی بزنی که شماره سربازان عطابک چند نفر است گیف گفت مدتی است که من از اوضاع اتابک اطلاعی ندارم ولی میدانم اگر بخواهد میتواند تمام افراد طائفه بیرانون را وارد قشون خود کند ولی آنها پیاده هستند و اسب ندارند گیو درست می گفت و خبر آمدن من به پشت کوه لورستان از آسیا به ایزه به اطلاع اتابک رسید و چون او به اوضاع محلی آشنا بود می دانست که من از چه راه به حسین آباد نزدیک خواهم شد ولی اتابک لورستان خبتی بزرگ کرد زیرا منطقه محکم کوهستانی خود را رهانه مود و با یک قشون پیاده به استقبال من آمد و آنجا که من اردو زده بودم کنار نهر بود و یک جلگه وسیع و مسطح تا دامنه کوه وجود داشت و من می توانستم سواران خود را در آن جلگه از هر طرف به حرکت درآورم ولی اگر عطابک لورستان از منطقه کوهستانی خود خارج نمی شد و من نزد او می رفتم نمی توانستم در کوه از سواران خود استفاده کنم و در واقع عطابک لورستان به قول فردوسی با پای خود به گور آمده بود هنوز سیاهی قشون عطا که لورستان نمایان نشده بود که ما اردوگاه را برچیدیم و سواران من آرایش جنگی پیدا کردند و طلایه به ما ملحق گردید من قشون خود را به چهار قسمت تقسیم کردم که سه قسمت آن جناهین و قلب سپاه بود و قسمت چهار رون را ذخیره تشکیل میداد. آنگاه سیاهی قشون اتابک نمایان گردید و سربازان او از تنگ ایواقه در پای کوه خارج شدند تا آنجا که از دور تشخیص داده میشد من در دست سربازان عطابک نیزه ندیدم و معلوم میشد که سلاح آنها از نوع اسلحه کوتاه است ولی شماره سربازان او خیلی زیاد بود و من حد زدم که نزدیک هشتاد هزار نفر است و آنها بدون آرایش جنگی به ما نزدیک میشدند تمام سربازان اتابک بلند قامت بودند و همه ریش بلند داشتند و بعضی از آنها دارای ریش سفید به نظر می رسیدند و از طرز پیشرفت آنها معلوم بود که بیم ندارند و وقتی نزدیکتر آمدند با فلاخون ما را سنگ باران کردند اولین مرتبه نبود که قشون من مورد سنگ باران قرار می گرفت و بارها آن واقعه برای ما پیش آمد و از جمله در جنگ سبزوار به طوری که گفتم سربازان علی سیف دین امیر سبزوار بر ما سنگ باریدن و با اینکه نیزه داشتند ما از آنها نه و بر آنها غلبه کردیم وقتی در میدان جنگ سربازان دشمن با فلاخون یا قلاب سنگ بر سر تو سنگ میبارند باید حمله کنی تا مانع از ادامه سنگ باریدن بشوی من فرمان حمله عمومی را صادر کردم و به گیو گفتم در عقب قشون باش و در جنگ شرکت نکن زیرا به قتل خواهی رسید و او گفته مرا پذیرفت و در عقب قشون با نیروی زخیر قرار گرفت دنیای کتاب صوتی